کجا میری؟ بابا یارو میخواد کلا بذاره سرمون، قیمتش خیلی بیشتر از این حرفاست. آخه کجا میخوای بری؟ میخوای بری خونه همسایه رو قیمت بفروشیش؟ بیا بریم دستبندو بدیم پول بگیریم بریم رد کارمون. به جون تو الان یه ماشین تو خیابون رچه یه بوق بزنه این سکته میکنه میفته. همایون جون بابا یارو میخواد بوز بخره، فقط داره پول تلاشو میده. محسن جان تمن نکن، به همین نرخ سرجمه چیزایی که داریم کلی پولش میشه برامون. نه من نمیذارم کلا به این گشادی سرمون بذارن. من یه بار تو عمرم دزدی کردم، عذاب وجدانشم به جون خریدم، دیگه برای چی بذارم نصفشو اینا بخورن؟ ای بابا منم قد تو بلکه بیشتر خطر کردم، مثل که این جنسا از خونه سابکار من کف رفتیم ها. ملت منو دوره کرده بودن، هی مرد برقاچاخشی مرد برقاچاخشی میگفتن. من یه شب تو کمیته خوابیدم. قربونت برم حداقل منم یکی میقاطی تصمیماتت بکن دیگه. آره آره راست میگی رفیق، حواسم نبود سهم تو بیشتره. بیا ببر بفروش، باقی جنسرم بیا دم خونمون بگی. محسن اصلا هیچ کدوم رو نفروش، همه هرم نگه میداریم بذار از این هم که از عتیقه تر شد. خب خوبه دیگه، من حرفی ندارم که. اصلا بحث این حرفا نیست همایون جون، بحث رفاقت. من تا حالا فکر میکردم من و تو نداریم، الان فهمیدم داریم. حالا میرم عتیقاتو میارم ببر بفروش، اگه ما سهمی داریم هر چقدر که تو میگی بیار بده، اگرم نداریم به سلامت نوش جونه. همین ببین حسین، من 100 تا این زیرخاکی رو به یه موی تو نمیدم. اینجوری با من حرف زن داداش، مرد حساب نیست که ماجرای انوش خواهرت منو به فکر دوزی از فریدون انداخته. محسن من اگه خطر کردم فقط واسه خاطر تو کردم، نه برای پول رفیق. یا آدم لیچار بارم رو نکن، معلومه که منو تو نداری. محسن من تو هم تو منی، بردم میگردم دنبال یه خریداره دیگه. نه یه خود صبر کنیم، حتم دارم خود پیر مرده میفرسته دنبالمون. گردم من که دید دلش نرزی چشاش برق زد. شما میدونم والله، هرچی تو بگی بالاخره ما پادوی تو هم دیگه. هرچی تو بگی آقا، نو کردم فقط یه دونه ماچ به ما بده که من بدونم منو بخشیدی. ای قربونت برم من نو کردم. بیا توی یه آبنار بخور. نه باید برم سر به خونه بزنم، فردا میام پیشت. باش سلام برسون، مواظب خودت. قربونت برم، خداحافظ. جنوپری میای یا میری؟ سلام. سلام. کی اومدی؟ مامی الان. کجا بودی؟ بیرون. سر کار نرفتی؟ من دیگه اونجا کار نمیکنم. پس میخوای چی کار کنی؟
میخوایم با همایون دوتایی یه کار کاسبی را بندازیم. کار کاسبی؟ با کدوم سرمایه؟ سرمایهش هم جور میشه. چجوری جور میشه؟ با فروش طلاهای مامانتون؟ قفلش خراب شده، میخواستم ببرم عباس آقا تعمیرش کنه. چی تو سرته محسن؟ یعنی چی تو سرم؟ تو این خونه همین یه گردنبندی که بالاش پول میدن، ولی نه اونقدر که باش کار کاسبی را بندازی. خیالت راحت، نه پول این میشه سرمایه زندگی ما، نه جوونی تو. خاطرت جمع باشه. شد. از آسمون اومدی؟ میخوایی اچه برو از بوره چونا؟ نه، زنجیرم افتاد وسط خیابون. اونها تلاس؟ آره، من برات میارمش. میخوابیدم، ولی امشب دیگه نمیدونم کجا بره.
داری نگو باز بچه بگو منم رفیقت کجا در رفت برم کنم وزی به من چه خودت برو پیداش کن چی شده رایی؟ این یارو گرفت منو زد همه گلم هم داغون کرد منو میزدی جغل الان بهت نشون میدم با کی طرفی با یارو بچه بی صاحب نیستا صاحب شمایی؟ به تو چه؟ رفیقش زنجیر طلای منو دزدیده در رفته فریکو رایی؟ نمیدونم راست میگه این؟ دزدی کرده ازش؟ آره بفرما وقتی هم میگم آدرسشو بده لگت میزنه در میره خب اینم با اون دستش توی کاسه است آره رایی؟ نه بابا ازم پرسید خونهش کجاست منم گفتم امشب خونه نمیاد بعد زد تو گوشم فری امشب خونه نمیاد؟ نه این سه چهار روزه تو گوشه منم میخون که از پیش تو بریم میگو پیش ماما به هیچ جا نمیرسیم چون نمیذاره دزدی کنه درست حرف زن هما خانوم ببخش حالا پیش کی میخواست بره؟ نمیدونم ولی این حرف فرزین گوش برو میزد فکر کنم رفته پیش اون به جهنم که رفت تو هم اگه میخواد با دزدی مزدی به جایی برسی برو نه هما خانوم محل دزدی نیست پس برو گلاتو جمع کن وایس سر کاسه بید چشم اوی خانوم کجا؟ اوی تو کلات یارو مثل آدم حرف بزن زنجیر من چی میشه؟ میفروشنش شپا میشه همین؟ به پر روزین مگه نمیگی صاحب اینا تویی؟ مال صاحب داره من ننشونم خب آدرس بچه تو بده برم من مالم ازش پس بگیرم من این نشنیدی چی گفت؟ اونی که مال تو زده از امشب دیگه بچه من نیست شده بچه فرزین گوشبر خب آدرس فرزین گوشبر بده برم زنجیرم رو بگیرم ما آدم فروش نیستی پس تو هم شریکشی دنبال من راه نیفت بچه واسه حرف در میارم میرم ازت شکایت میکنم حق تو میذارم کف دستت اسممو که فهمیدی هما خانوم بگی هما راهبه همه میفهمن کیو میگی بریم رفیقت کجاست؟ نه بچه برو چقله دستتو بکش انقدر میزنم تا اینجا بمیری برکا روی برکا بامن سلام کن بامن دستتو بکش دستتو بکش بابا خفش کن خفش کن منو میزنی؟ بزنش خفش کن چند دفعه بگم اینطوری نزن داداش آقا آقا چه شده چه بلایی سرش آوردی حمید آخ آخ چه شده این بنده خدا هیچی آقا این داشت از پله ها می اومد سرخورد افتاد زمین ببشت بیمارستان خوب آره همین پاشو 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 آقا رو ببریم بیمارستان آقا آقا میشنوی نفله نشده باشه هما هما خانوم آقا چشاتو وا کن اگه گوشت کار میکنه باز کرد باز کرد چشماشو باز کرد هما خانم حالت خوبه؟ به یه چیزی بگو نصف عمر شدی هما خانم ببریمش دکتر یه او بمیره جرم داشت قتل عمده آقا تو رو خدا یه چیزی بگو کمکش کن همین کمکش کن بشینه حالت خوبه؟
ده آخه تو که جون کودک خوردن نداری واسه چی شاخوشونه میکشی؟ زنجیر منو باید پس بدین وگرنه مأمور میارم سرتون. ها آره خونه تو هم که عروض مریضی بچه، خوب رای پیدا کردی واسه از زیر کار در رفتن. نه لازم نکرده، بیا خودم میبرم درمونگاه. بابا شماها خلافتون سنگینه ماشالله. بیسی ما از کدوم مأمور بدبختی کف رفتی؟ بیسی؟ کدوم بیسی؟ همون که الان با حرف زدی؟ ببین من هیچ کاری ندارم شما کی هستین و چی کاره این منافقین یا جاسوس عراقین معلوم نیست، ولی زنجیر منو باید برین وگرنه لوتون میدم. حالت بده آ؟ آره حالم بده خواهر، ولی همین که از اینجا پامو بذارم بیرون و آدرس این خونه تیمیتون رو به مامورای کمیته بدم حال شما بدتر میشه. کمیته دیگه چیه؟ زنجیرمو میدی یا نه؟ زنجیرت پیش ما نیست، مگه اونی که زنجیرتو ورداشته اینجاست؟ باشه خودتون خواستین. وایسا یه ذره حالت جا بیاد بعد برو. میرم حال شما رو جا بیارم. یارو قاطی بودا، میگم شاید لنگ و لغزه حمید خورده تو سرش قاطی کرده. داداش تو رو خدا دیگه اینطوری ملت رو نزن. نره مامور بیاره حالا راستی راستی. حمید برو پاشو داداش، برو تا غروب تو خیابونا بچرخ، پاشو اینجا نباش برو. سلام آره، کمیته محل کجاست؟ کمیته؟ ها کمیته امداد. ببینید نه باز... کمیته انقلاب. کمیته انقلاب؟ کمیته انقلاب که 20 سال جمع شده. گرفتی ما رو، 20 سال پیش انقلاب کجا بود که کمیتهش باشه؟ آقا الان چه سالیه؟ سال گاوه. نه 1300 و چنده؟ ایوه دیده بودیم روزو گم کنن یا ماهو، اما کسی که سالو گم میکنه نوبره والا. معلومه دل خوشی داری یا؟ مگه الان سال 64 نی؟ چرا؟ همین حدودایی. پس چرا روی اینا نوشته 88؟ گرفتی ما رو؟ دوربین مخفیه؟
کجا نباب برم داداش؟ مرتضوی میگم این سال 1388 عجب سال عجیب غریبیه. چیش عجیبه؟ همه چیش، همه چیش عجیب غریبیه. بله بفهمی اینجا نوابه؟ اون پایین نوابه، اینم مرتضویه. اون پایین که اتوبانه. و چی میخواستی باشه؟ نواب اتوبانه دیگه. پس خونه ما کو؟ خونه تو گم کردی؟ نه همینجاست. یعنی بود داداش کرایت بده بعد بگرد اون بده خونه. بفرمایید. خورده بده، باقیشو ندارم بدم. باقیشو نمیخوام. باشه. گیجی یا خودتو زدی به گیجی. کرایت میشه 4 تومن. اوه 4 تومن چه خبره دو قدم راه. بفرمایید. خودتو مسخره کن مرد حسابی، کرایت بده. خب بگیر دیگه. کرایت میشه 4000 تومن. میدی بیام ازت بگیرم. 4000 تومن؟ دیوونه شدی؟ چهار از داری میای بالا یا چهار تیکت کنم اینجا یارو؟ ندارم. نداری بیخود میکنی ماشین در بس میکنی؟ من همینجا پولت میکنم زبر خان. فکر کردی ما حالویی؟ من به گنده لاتای تهرون سواری مفتی نمیدم. تو که جوجه ای؟ بیا بالا کرایتو. به خدا ندارم، من نمیدونستم کرایت انقدر میشه. غلط کردی نمیدونستی. خیلی خوب آقا، خیلی خوب. باشه میدم، میدم به. طاهره چقدر بهت بگم سر چهار رو وایمیسی اینقدر حله اوله نخور خاله. من که چیز رو نخوردم خاله. چاخان نکن، مگه نهیدی دکتر گفت رودل کردی؟ هما خانوم سلام. علیک. من کرایه تاکسی نداشتم، گفتم اگه میشه شما بهم قرض بدین. رو چه حسابی؟ خواهش میکنم. اینم بناس بابت کتکی که خوردی را برا بیا اینجا باج بگیری از ما. نه به خدا، من اومدم با تون حرف بزنم. خب بزن. تو اومدی حرف بزنی من باز کرایه ماشینتو بدم؟ میدم بهتون، به خدا پس میدم. اول کرایه این آقا رو بدیم برن، بعد میرم تو بهتون میگم چی شده. اینم آبجی آخرین کرایه ما رو میدی یا نه؟ یا بریم کلانتری، مشکل من تو باید اونجا حل بشه. کرایت چقدره؟ 6 تومن. تو که گفتی 4 تومن.
کرایه رفت 4 تومن، تازه برگشتم باید نصف قیمت حساب کردم. چندیه؟ 5000 تومانیه؟ چیه؟ تاله 5000 تومانی نیدی؟ بدش من خواهر داره بازم، ازش بگیر انقدر نگاه کن تا سیرشی. بینم این شوهرت یا داشت؟ به تو چه؟ هواشو داشته باش، نذار تنها بره تو خیابون. ممنون. بی حساب شدیم دیگه، حالا هری. گفتم باید باهاتون حرف بزنم. چه حرفی؟ 6 تومن ما رو تیغ زدی نوش جونت، اما دیگه تیغت نمیبره. اگه فکر کردی من پول نمیخوام. 6000 تومنتونم پس میدم. فقط تو رو خدا الان بذارید باهاتون حرف بزنم. یعنی با این 20 سال آزگار رو رد کردی اومدی پیش ما؟ 24 سال با همون زنجیری که پسر دزدید. روی اون زنجیر یه خورشید شکل همینا آویزونه. زنجیر اون خورشید رو آوردم چسبوندم به این خورشیده که الان طلایی شده. یهو نفهمیدم چی شد، دیدم وسط اتوبان. این تیکش راست میگه هما، من و فرید نشسته بودیم بر نوا، یه دفعه وسط اتوبان ظاهر شد، انگار که از آسمون افتاده باشه. هما خانم این 100 بار ببین، من نمیدونم اون زنجیری که فری ازت زده چقدر میارزه، ولی لابد قیمتش زیاده که تو اومدی اینجا و این دروغ دونگا رو سرهم میکنی. به خدا دروغ نیست. من بی خیال بابا جون، داشتم یکم عقب مونده است، ولی من عقلم خوب کار میکنه. ببین اینو. چیه؟ گواهی نامه. ببین عکس روش با الان من فرق میکنه. نه. تاریخ صدورش رو ببین. نوشته 1362. کارت تمیزه. یعنی چی؟ یعنی خوب جعل کردی، عکس روش رو خوب عوض کردی. اصلا معلوم نیست. والا به خدا جعلی نیست. اصلا همین الان بلند شو بریم پیش هر ماموری که خواستی. اگه گفت جعلیه بگو همه ی حرفات دروغ بود. همه ی حرفات که دروغه، اینو الان میدونم، ولی نمیدونم از ما چی میخوای. یعنی از من چی میخوای؟ ببین من همین الان با این تاکسیه رفتم دم خونمون، ولی دیدم خونمون سر جاش نیست. آدرس خونه ما بود خیابان مرتضوی، نرسیده به نواب، ولی الان که رفتم دیدم اتوبان شده. اصلا محلمون کلا اتوبان شده. خب میرفتی سراغ یه فامیلی آشنای دیگه‌ت، واسه چی اومدی اینجا؟ لابد هرچی قوم و خیش داشتی تو همون یه تیک نواب بوده که حالا شده اتوبان. آره؟ نه میخواستم برم، ولی پولام به اندازه سوار شدن اتوبوس هم نبود. ببین اینا، این همه پولیه که من دارم. اینا تو سال 64 پول بدی نی، ولی الان به هر کی نشون بدی بهت میخنده. آه من از این سکه ها ندیدم تا حالا. 10 تومانیه، چه نوع خاله؟ آقا جون قبول، تو اصلا از عهد مغول اومدی، واسه چی گیر دادی به ما؟ خب چون که فقط شما رو میشناسم، چون که حتی پول ندارم بگردم باش خانوادم رو پیدا کنم. آها پس باز پول میخوای. فقط به اندازه‌ای که بتونم بگردم خانوادم رو باش پیدا کنم. به خدا پس میدم بهتون. تو چرا نمیری سر کارت؟ راست میگی، حواسم رو پرت کرد با این شر رو وراش. منم برم خاله. نه لازم نکرده، تو برو بخواب. پاش بریم. کجا؟ بریم خونتون رو پیدا کنیم دیگه. مگه شما میان؟ مگه نمیگی پول کرایه ماشینتو نداری؟ خب با هم میریم، کرایه رو من حساب میکنم، همه جارم در بس میگیرم برات. وقتی خونتون رو پیدا کردی در جا از آقات میگیری، پول ما رو پس میدی. پدرم فوت کرده. خدا بیامرزه. خب از ننت بگیر، از داشت بگیر، چه میدونم بالاخره میخوای پول ما رو پس بدی دیگه.
حتما پس میدم. چرا نمیان؟ بیا 50,000 تومنه بسه؟ نمیدونم الان نمیدونم کرایه ها چقدره. بسه، اگه در بس نگیری میتونی نصف تهرون رو باش بگردی. بگو همه حرفایی که زدی شر رو بر بود واسه تیغ زدن من. اون وقت منم مردونه اینو بهت میدم، میگم نوش جونت. اما اگه نگی خودم باید میام تا دروغ تو معلوم کنم. هرچی گفتم راست. خیالت راحت باشه. میخوای شام درست کنم؟ نه لازم نکرده، خودم میام درست میکنم. اینم تعمیرگاه خانم. اینجاست؟ نه آقا. مطمئنی درست اومدی؟ این خیابون شهید ریحانیه، سنوبران اسم قدیمشه که این آقا گفت. یه تعمیرگاه هم بیشتر توش نیست. یه آدرس دیگه بده بریم. همینجا؟ آره، اما همه چیش عوض شده. اونا رو نه، ولی یک سفر الان میخوام. باشه، قربانت. سلام. سلام، بفرمایید. من با آقا انوش کار دارم. انوش؟ کدوم انوش؟ صاحب گاراژ دیگه. اشتباه اومدی، ما انوش نداریم اینجا. و صاحب گاراژ کیه؟ اینجا یه صاحب نداره، هر کی صاحب مغازه خودشه. اسم هیچ کدومشون هم انوش نیست. سروش چی؟ سروش برزور، حسن جعفری، مجید دلکو، عباس اگزوساز، همون که یه پاش میلنگه ها. والا هیچ کدوم اینه که شما میگی من نمیشناسم. قدیمی ترین آدم این گاراژ کیه؟ یعنی کسی که خیلی وقت اینجا. ببر ببرمش. آره راست میگه، 22 سال پیش صاحب کل اینجا انوش ملکی بوده، بابای محسن ملکی خودمون دیگه. محسن خودمون؟ شاگرد همین فتح‌الله؟ آره. اسمش محسن نیست، پرویز اسمش. نه داداش، پرویزش که اصلا ایران نیست. اگه بابای محسن یه روزی صاحب همه اینجا بوده، پس چرا حال روز خودش اینه؟ قصه داره، منم خیلی نمیدونم، یعنی دوست نداره از باباش حرف بزنه. این محسن کیه؟ الان شاگرد کدوم مغازه است؟ میکانیکه. ممنون.
سلام. سلام علیکم. با آقای ملکی کار دارم. محسن، محسن تو اون چاله سرویس هست. آقای ملکی بفرمایید. یه لحظه تشریف میاری؟ الان میام. این محسنه فامیلته یعنی؟ نه پسر صاحبکارم، ولی شاید از خونه زندگیمون خبر داشته باشه. اگه خودش هم ندونه باباش میدونه. سلام علیه. سلام. فرمایش. شما پسر آقا انوشی؟ بله. الان کجاست؟ باباتون میگه سینه کش قبرستون. ای داده بیدا فوت شدن؟ یه 22 سالی میشه. خدا رو رحمتش کنه. گمو نکنم بکنه. حالا با بابای ما چی کار داریم؟ شرمنده با ایشون کاری ندارم، دنبال یه کسی یعنی یه کسایی میگردم. اصلا شاید خود شما بدونی کجا. اسم یکیشون مریمه، مریم یزدانی. یکی هم اکرم، اکرم گلستانی. از همسایه های قدیمی بابای شما بودن تو همین محل، بعد از چهار راه، همونجا که الان اتوبان شده. کنار خونه شون هم یه آب انار فروشی بود. میشناسیشون؟ بله. یعنی الان میدونی کجان؟ میشه آدرسشون رو به هم بدیم بی زحمت؟ چی کارشون داری؟ والا کار که چه عرض کنم، راستش کار زیاد داره باشون. یکیشون خواهر این آقاست، یکیشون مادرش. مریم خواهرت بود یا اکرم؟ مریم. نگاه میکنی آقا، آدرس خواهر مادرش رو بده بریم دیگه. یعنی شما داداش مریم یزدانی هستی؟ آره؟ آره. با این حساب باست دایی من باشی دیگه. ها؟ دایی شما؟ مریم خانم مادر منه، اکرم خانم مادر بزرگ. پس مریم با انوش عروسی کرد؟ کاش نمی کرد.